فرزند باشد به عالم حسر بابا جوانم ارز پدر را هر که یه سنگ بزنم این سگه بره. نه گناه داره. این مدده چرا قرمز پوشیده؟ مگه بد نیست تو عزاداری قرمز بپوشی؟ تو عزای امام حسین قرمز نمی پوشم، نه تو هر عزایی. اونم رو حساب این که لباس شم قرمز بوده میگم نپوشه. مگه نمیگن میگه تو شب نباید خواب کرد؟ تا اسرائیل کارش تموم بشه و این گورکنم قبر بکنه صبح شد. بگو. من آیدا رو دوست داشتم. چرا نگفتی؟ ترسیدم. از چی؟ هم از شما، هم از آیدا. از آیدا ترسیدم که نکنه به جای بله بگه نه. از شمام ترسیدم که نکنه فکر کنید بعد یه عمر نون و نمکتون رو خوردن آخرش چش ناپاکی کردن. مگه ناپاک دوست داشتی آیدا رو؟ نه نه، میخواستم زنم بشه. تو با آیدا با هم بزرگ شدیم. من فکر می‌کردم دیگه مثل خواهر برادریم. من زیر سایه شما بزرگ شدم. همه زندگیمو از صدقه سری شما دارم. واسه همین خیلی وقت شدیم مثل پدرم. اما آیدا هیچ وقت به چشم مثل خواهرم نیومد. چرا نگفتی؟ اگه میگفتم ازم دلخور نمیشدی؟ من دلخور میشدم، اما آیدا خوشحال میشد. من برات مهمتر بودم یا آیدا؟ هم شما هم آیدا. راست شد. آیدا باور کردم که دوستش داشتی. الان شاید آخرین فرصتات باشه. حالا بهش بگو. به کی؟ آیدا دیگه. آیدا؟ آیدا که مرده؟ زبورتو گاز بگیر دور از جونش.
کی اینو گفته؟ پس این قبل مال کیه؟ ما چرا اینجا جمع شدیم؟ واسه تو؟ این قبل توه؟ برای وقتی که کار اسرائیل با تموم بشه. حالا تو نمردی، برو با آیدا بگو که دوستش داری. اونجاست کنار مهشید وایساده، برو بهش بگو. من حسن پور رو 30 ساله که میشناسم، باش هشت و نشت دارم. غیر از اینکه همکاریم، رفیقم هستیم. پسرش بهروزم همینطور عین پدرش آدم حسابیه. یه تار موش میارزه به 100 تا از این جوانای امروز. هر وقت میرم مغازه حسن پور و بهروز رو میبینم، به درگاه خدا شاکی میشم که چرا به جای این برادر بیرگت یه بچه مثل اون نصیبم نکرد. تو چرا هرچی میشه یه نیشی به جمشید میزنی؟ با همین حرفا بچه‌مو فراری دادی از خونه. خب چی میگی بابا جان؟ من گفتم. آره گفتی، منم گفتم. بیروز نه تنها با ادامه تأثیرت مخالفتی نداره، بلکه اصراری هم نداره که به این زودی عروسی کنه و تو رو با خودش ببره. با وجودی که آدم روشنیه، با چادر چاقشور بودنت هم مشکلی نداره. پس آمادگی ازدواج ندارم نشد حرف. یه چیزی بگو که پدرت بی خجالت تحویل حسن پور بده. من خوشم نمیاد ازش. و مامان جان تو که اصلا هنوز ندیدیش. یعنی میدونم اگه ببینم هم ازش خوشم نمیاد. یه خود شاک کرده بودم، اما حالا با این حرفت دارم مطمئن میشم. پس پای کسی دیگه در میانه. این حرفا چیه میزنی؟ آماده این واسه قصه درست کردن ها؟ قصه؟ قصه این حرفایی که تو داری تحویل ما میدی آیدا جان. وقتی ندیده میگی از طرف خوشت نمیاد، پس یعنی یکی دیگه هست که دیدی و خوشت اومده ازش. اصلا برای همینی که میگین آدم روشنی خوشم نمیاد ازش، چون میدونم آدم روشن برای شما چه معنی داره. آیدا، پای کس دیگه ای در میونه؟ بگید بیاد این آقای بهروز، هر وقت که خواستید. راست راستی فکر میکنی کسی از زیر سر داره همایون؟ این یه مرد که میدید همچین برج زهرمار میشد که اصلا انگار دل نداره. قربونش برم من. اول بذار ببینیم به کی دل داده، بعد قربون صدقش برو. حتما یکی از هم دانشگاهی هاشه.
یه فاطمه داداش مداش نداره؟ چرا؟ داره، ولی 6 ماه پیش عروسی کرد. یادت نیست آیدا کارت دعوت آورد و گفتی من عروسی صلواتی نمیام؟ حتما یکی از همکلاسی هاشه. با حسنپور قرار خواستگاری نذاری یا همایون؟ چرا؟ وا چرا داره؟ یکی دیگر رو میخواد خب؟ اولا دیدی که آیدا گردن نگرفت. در ثانی یه خواستگار حسابی رو ما بابت آدمی که نمیدونیم کیه و چیه برای چی باید رد کنیم؟ همین که تونسته آیدا رو هوایی کنه یعنی که کم آدمی نیست همایون خان. خداحافظ. سلام از بنده است. خوبین مهشید خانم؟ ممنونم عزیزم. بیا. خیلی ممنون. سلام. سلام به روی ماهت. خوبی؟ خیلی ممنونم. شما خوبی؟ ما هم خوبیم. خدا رو شکر. ببخشید مزاحم شدم. آیدا هست؟ بله. تو اتاقشه. با اجازتون. صبر کن. صبر کن یه چایی بدم ببری. دستتون درد نکنه، زحمت نکشی. یه کار خصوصی هم باهات دارم. یه لحظه میای. بیا بیا. بفرمایید. نمیتونم. یه در باز کن. سلام. سلام، خوبی؟ خوبم. کی اومدی؟ چند دقیقه هست. بالاخره لو دادی؟ چیو؟ مامانت میخواست بهم یه دستی بزنه که یه دستیش نگرفت. چی داری میگی؟ الان خفتم کرده بود اونی که آیدا میخواد کیه. تو چی گفتی؟ نه ترس، گفتم که یه دستیش نگرفت. درست حرف بزن ببینم مامان چی گفت، تو چی جواب دادی؟ گفت امروز از زیر بار خواستگار اومدن در رفتی، آخرش هم گفتی خاطره یکی دیگر رو میخوای. ازم پرسید اون یه نفر دیگه کیه؟ چقدر این مامانت و زبله. البته آیدا یه نشونیایی به ما داده که ما حدس میزنیم کیه، اما میخواییم مطمئن شی. تو چی گفتی؟ تو دلم گفتم عمرن اگه بتونین حدس بزنین، اما به مامانت گفتم از نظر اخلاقی نمیتونم بهتون بگم. تا زمانی که آیدا نخواد این اینه یه راز پیش من میمونه. گفتم از همون نشونیایی که دارین خودتون میتونین بفهمین. خاک تو سرت کنم. وا، به جای آفرین گفتنته. شور، من اصلا نگفتم خاطر کس دیگه ایو میخوام، گفتم بگید خواستگار بیاد. پس یه دستیو خوردم. گفتم این مامان تو زبله. اون زبل نیست، تو ساده لوحی. اونم زبله. حالا طوری نشده اصلا بود که اونا نفهمن طرف امیر حسینه که نفهمیدن. صدا تو بیار پایین. بابا آیدا آخرش چی؟ بالاخره که باید بهشون بگی. این پسره بدبخت خواستگاره رو میگم. چرا گفتی بیاد؟ آخه واسه چی مردم مسخره خودت میکنی؟ گناه داره والا. گناهش گردن مامانم ایناست. من گفتم نیاد، اونا اصرار کردن. اگه بیاد ببیند دو گلوش گیر کنه چی؟ خدا رو خوش میاد. میگم من نگفتم. تقصیر بابام شد. از اون گیرای سپیچ داده بود.
سلام. سلام. آقا نخعی هست؟ آره، دکتر پیششه. چه که هستم پوره؟ محل ندارم. بله، قبول دارم حرفتو خانم دکتر. اما اینا همش برمیگرده به کمبود اطلاعات. اگه واحد پژوهش وزارت کارشو درست انجام بده و یه آمار دقیق داشته باشه، همین شرکتایی که اصلا جواب واردات دارو رو میدن. هیچ کمبودی هم پیش نمیاد. بله. ببخشید، حسین آقا رفته با چک حسن‌پور محل نداشته. میگه برگشت بزنم یا نه؟ نه. چکو بگیرید بیارید بدید به من. بله، چشم. همه اشکالاتو نندازین گردن ما. بفرمایید. شاهد از غیب رسید. میگه چه که حسن پور پاسن شده. اصلا شما باور میکنی حسن پور پول تو حسابش نباشه؟ یک کدوم از این شرکت های پخش دارو نیست که پول ما رو به موقع بده. همین جناب حسن پور 4 ماه پیش اومده از ما دارو رو تحویل گرفته، یه چک 3 ماهه داده. خبر دارم 1 ماه پیش همه داروها رو فروخته، اما چک ما رو پاس نمیکنه. همه اشکالاتو ننداز گردنم خانم دکتر. خدای این شرکت های پخش دمار از روزگار ما در آورد. سلام. 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 دکتر ثبت سفارش انصاری‌نامه چی شد؟ امروز هم پیگیری کردم. هنوز نرفته کمیسیون. خب معلومه. تا وقتی دوکرفتو هستن ما قاقیم. تو خوبی امیر جان؟ چه خبر؟ سلامتی. با اجازه. خواهش می‌کنم. راستی خانم دکتر، امروز یه چند کارتون آی بی آی جی میفرستن اینجا. ماره مهندس معماریه، داره انبارش رو تعمیر میکنه، گفت یه چند روزی براش نگه داریم. در جریان باشی، ماره ما نیست. معماری که تازه انبارش رو تعمیر کرد. دوباره اومدن بازدید، گفتن قفس بندش خرابه، به تهویهش هم ایراد گرفتن. گیر علکی، خودت میدونی که بیان بازدید انبار ما تو لیستمون نیست. دردسر میشه برامونا. انبار ما رو که تازه سرکشی کردن، حالا نمیاد. آخه ای بابا، چرا سخت میگیری خانم دکتر؟ کار بازرسای وزارت حساب کتاب نداره آقای فرزین. میدونین که اگه بیام پای من گیره. اگه اومدم بله. شما هم بگو دیروز که رفتی انبارو چک کنی این کارتونا نبوده یا باشه که گذاشتن اونجا. با اجازه. با سلام. آقا من حسن پور امروز چک داشتیم ازش، چکشو پاس نکرده. فکر کنم زنگ زده مهلت بگیره. بسش کن. آقا من این دومین چکشه که پاس نشده ها. اوضاعمون خوب نیست. رضایت ندید. بگید حتما یکیشو پاس کنه. به به، آقا حسن پور عزیز. خوبی آقا مایون؟ تحویل نمیگیری؟ اختیار دارید، این چه فرمایشی میکنین؟ یه چیزی میخوام بهت بگم که نباید بگم، اما میگم چون باهات ندارم. این پسره بیروز از وقتی صحبت دختر شما و زن گرفتن شد پاک خاطی کرده. نمونهش چه که امروز شما که یادش رفت حسابو برد. فداش سرتون، عجله ای نیست. ما هم لنگ پول نیستیم آقا حسن پور. ما با شما نداریم. فردا حساب پوره. هم زنگ زدم بگم هر طور چک رو وصول کنین، هم یه عنایتی به این بنده زاده بکن که داره پر میزنه. اگه قسمت باشه پشیمون نمیشی. غلام حلقه به گوشت. اختیار داریم. آقا بهروز سرور ماست. خواهش میکنم از این حرفا نزنیم. تعارفی میگی اینو یا راستاسی میلته بهش؟ بابا چه تعارفی؟ گل آقا بهروز کی از اون بهتر؟ پس تا پژمرده نشده این گل یه شب رو معین کن بیارمش بابا. قدمت رو شش. فرد شب خوبه؟ خوبه. آخ یادم نبود فردا یه جای دیگه مهمونی. باشه پس فرد شب؟ پس فردا هم خوبه. خب پس هولوش 8 خدمت میرسیم. خدمت از ماست. امری نداری شما؟ عرضی نیست. خدا حافظ. قربانت. سلام آشی جان، من قرار با آقای حسن پور رو انداختم برای پس فردا شب ساعت 8. کار بعدی کردی؟ الان فاطمه اومد زیر زبونشو کشیدم گفت پای یکی دیگه وسطه. کی؟ کیشو نگفت. گفت خود آیدا وقتی نگفته یعنی رازه. آشی جان، تو بساط پذیرایی پس فردا شب رو فراهم کن. با آیدا هم بگو که بدونه.
میخوام این پسر جمشیدم باشه، اما جلو خودشو بگیری یه وقت چرت و پرت نگه آب ریزی بشه، دکوری بیاد اونجا بشینه. این بچه اگرم بخواد درست بشه تو با این رفتار و این حرفات نمیذاری؟ کاری نداری؟ میگم حالا که مطمئن شدیم با ادا یکی دیگر رو میخواد، واسه چی ازم برو پسرش بیان؟ من میدونم چی کار دارم میکنم خانم. مجلس پس فردا شب آب ریزی نشه، میخوام سنگ تموم بذاری برای ویروس. خدافظ. چیه؟ هیچی. امیر حسین، این دوده آب گرم کف سالن دوباره نرش کرده. من فردا گرفتارم، یه زحمت بکش یه نفر بیار درستش کنه. خودم باره سرش باش، نره اون نفر قبلی رو بیاری دوباره سنبرش کنه. چشم. این داروهای معماری که اومد بچینشون تو یخچال. چشم. راستی هر دو تا چک حسن‌پور رو فردا بخوام به حساب. چشم. تو خوبی؟ من؟ بله، بله. آره سلام. سلام مامان جان، کجایی؟ شرکت رفیقمم پیمان. سلام برسون بهش. پیمان جون مامان بهت سلام میرسونه. پیمانم سلام میرسونه. جانم کاری داری؟ میگم این دوستت نمیتونه دست تو همونجا تو شرکتشون بند کنه. از کار اونا که مثل کار بابات بدت نمیاد. نه کار اینا خوبه. حالا یه صحبتایی هم کردم، باید اصلا چی هست کارشون؟ واردات. حالا براتون توضیح میدم. جانم کاری داری با من؟ آره مامان جان، قراره پس فردا شب خواستگار بیاد واسه آیدا. پسر حسنپور یکی از همکارای باباته. بابات هم اصرار داره که تو باشی حتما. بابا اصرار داره؟ چی شده این دفعه بابا میخواد مایه سرفکندگیشو نشون مردم بده؟ تو مایه سرفکندگی هیچ کی نیستی مامان جان، همین که خواسته تو باشی یک مایه سربلندیش عزیز. کی بود؟ هیچکی. گفتی مراسم ساعت چنده؟ ساعت 8. خیلی خوب، من خودم میرسونم. فعلا خداحافظ. شنید صدامو؟ بالاخره که صدای عروسش رو باید میشنید. میدونی چیه؟ اصل این ماجرای شما خنده‌دار آیدا. واسه چه خنده‌دار؟ واسه اینکه همه چیش رو هواست. تا حالا در موردش حتی با همدیگه هم حرف نزدین. اون منو دو سه سال دیگه پای اون وایساد و ایشون جلو نیومد. اون وقت تکلیف چیه؟
ممکنه ترش هم معلوم شه که احساساتت یه طرفه بوده و توهم زدی که فکر کردی اونم دوستت داره. همه اینا ممکنه دیگه، واسه همین بهت میگم خنده داره. توهم نیست. پس چرا پا پیش نمیذاره؟ خب شاید میترسه جواب رد بشنوه، شاید هم از بابام خجالت میکشه. همه شایدهایی که میگی شاید درست باشه، شاید هم درست نباشه. آیدا جون یه ذره به این فکر کن که ممکنه اون تو رو نخواد. من دلم هیچ وقت بهم دروغ نمیگه. پس اصلا اومدن این خواستگار حکمتش همین بوده. حداقل وقتی به گوشش برسه شجاعت پیدا میکنه که اونم بیاد خواستگاری. فقط خدا کنه به گوشش برسه. میگم میخوای منش آمار بدم؟ دیوونه. به خدا جدی بهت میگم، بهش زنگ میزنم، صدامو تغییر میدم، میگم الو جناب آقای. ماما حساب برده. میگم مامی جان میخوای یه چای دیگه براتون بیارم؟ آن میخوای؟ یادتونه بچه بودم چند بار دعوام کردین که گوش وایستادن کار زشتیه؟ تو از بچگیت هم از این عادت ها نداشتی قربونت برم. فاطمه راست میگه، هرکی هست بگو بیاد جلو. خواستگاری کردن نه ترس داره نه خجالت. تو بیشتر از این خراب کاری نکردم. خداحافظ. پنج تا هر کدوم به فاصله پنج سال. میخوام 25 سال تو خونمون صدای بچه بلند باشه. هرچی تو بخوای. من میخوام تو زودتر با بابات صحبت کنی و امسال بشه اولین سال اون 25 سال. دوتا رنگش خوشگله، کدومشو بردارم؟ جفتش. آخه پولش خیلی میشه، گو نداری. ببخشید اینا جفتش یعنی هر دو جفتشون چقدر میشه؟ 300 تومان. آره گناه دارم. یکیشو برده. مشکیه شد صورتیه؟ آبیه. لوسه بیمزه. کدومشو بردارم؟ تو اول به من بگو کی منو به بابات معرفی میکنی؟ فعلا بابام مأموریته. الان با کدوم اینا رو انتخاب کنم؟ کاش که بابای منم میرفت مأموریت. نگی مأموریت های پنج ساله. سلام آقای مدیر. سلام جمشید جان، خوبی؟ تو بهتری؟ بابا که اینطوری میگه. پولی که خواسته بودی برای جور کردم. دمت گرم داداش. چقدر؟ آقا تمومه بره. همونقدر که خواسته بودی دیگه. مگه نگفتی 500 تومن؟ خیلی باحالی امیر حسین، شرمنده. وظیفه هم بود. پس فردا بی بگیر. پس فردا شب که کاری نداری. 2 ساعت دیگه اونجام رفیق. کار امروزم را به پس فردا شب مینداز. امشب خونه نیستم. کجایی بگویم همونجا؟
مگه پس فردا شب گرفتاری؟ نه بابا، گرفتاری کدومه؟ اما من فردا صبح اون پولو لازم دارم. الان خالی خالی شدم. ببین تو بگو امشب کجایی، هر جا باشی من میام اون پولو ازت میگیرم دیگه. نه امشب یه جایی هم که نمیشه بیای. پس شما واسه خودت از این جایی سرمخف داری؟ اب نداره، فردا صبح میام شرکت. آخه چیزه، اصلا میگم پس فردا به خاطر اینه که خودم هم آزاد باشم. گفتم با هم بریم یه طرفی، دربندی، درکه‌ای، سفره خونه‌ای، چیزی ها؟ آقا جون من فردا صبح شما میگیرم، پس فردا شبش هم با هم میرم شما. گرچه اشغال با شما در حد گاز دوغ و پیاز دیزی. خیلی خوب، پس فردا شب با همین دیگه. آره دیگه، دورو بره هشت خوبه. آخ پاک یادم رفت، پس فردا من نمیتونم بیام. واسه چی؟ واسه ببخشید آقا، این چفتش خرابه میافته یا ها. گفتی واسه چی نمیتونی بیای؟ باید توی مجلسی حضور به هم برسونم. چه مجلسی؟ ولش کن نرو. نمیشه جون تو، مجلس خواستگاری آیداست. خواستگاری آیدا؟ آره، چطور خبر نداری؟ طرف پسر همکارتونه. پسر حسنپور؟ آره، بابا گیر داده منم باید باشم. بدبختی داریم از این به بعد. خدا کنه زنم این یارو بشو بره. اینه تو آخر اون با هر خواستگاری ما باید زندگیمونو تعطیل بکنیم و بشیم خونه.